نارندرا مودی در 9 ژوئن 2024 در کاخ ریاست جمهوری در دهلی نو برای سومین بار به عنوان نخست وزیر هند سوگند یاد کرد. در ادامه همکارم در رابطه با تشکیل دولت سوم نارندرا مودی در هند گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. نارندرا مودی اولین نخست وزیر هند است که از زمان استقلال این کشور و پس از نخست وزیری جواهرلال نهرو برای سومین دوره متوالی پیروز می شود. او روز جمعه به طور رسمی به عنوان رهبر ائتلاف برنده هند انتخاب شد. اگرچه ائتلاف حامی او هفته گذشته در انتخابات پیروز شد، اما حزب بهاراتیا جاناتا برای اولین بار از سال 2014 اکثریت مطلق خود را از دست داد و برای تشکیل دولت به متحدان خود وابسته شد. پس از چندین روز عدم اطمینان در مورد اینکه آیا شرکای ائتلاف از بهاراتیا جاناتا حمایت خواهند کرد یا خیر، اما رهبران ائتلاف به اتفاق آرا روز جمعه از مودی به عنوان نامزد نخست وزیری خود حمایت کردند. مراسم تحلیف وی عصر یکشنبه با حضور رؤسای جمهور و نخست وزیران چند کشور در کاخ ریاست جمهوری دهلی نو برگزار شد. به نظر می رسد که طرح ویکسیت بهارات یا هند توسعه یافته اولویت مودی است، چرا که او هدف اصلی خود را تبدیل هند به کشوری توسعه یافته ذکر نموده و اطمینان داده است که تا سال 2047 به این هدف دست خواهد یافت. حزب بهاراتیا جاناتا توانست 240 کرسی در انتخابات به دست آورد که 32 کرسی برای به دست آوردن اکثریت لازم در مجلس سفلای 543 عضوی پارلمان فاصله داشت. اگرچه بسیاری در مورد ثبات دولت ائتلافی جدید تردید دارند، اما برخی از تحلیلگران خوشبین هستند که دولت جدید مودی بتواند به دوره کامل خود ادامه دهد. همچنین برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که در دموکراسی‌های پارلمانی یک سیستم ائتلافی کارآمدتر از اکثریت مطلق تک حزبی کار می‌کند. مودی برای اداره دولت سوم خود باید سیاستمداری باشد که با خرد جمعی و گروهی کار کند و از تک‌روی و خودمحوری بپرهیزد، چیزی که تا به حال نبوده، و او باید برخلاف غریزه خیش رفتار کند. این وابستگی سبب می شود در صورتی که متحدان او احساس کنند که نادیده گرفته شده اند، دولت در معرض فروپاشی قرار گیرد. حزبی که زمانی قدرتمندترین حزب شناخته می شد، اما الان برخلاف سالهای 2014 و 2019 به متحدانش متکی است. مودی به دلیل بهاشی راندن مسلمانان که بزرگترین جمعیت اقلیت هند محسوب می شوند آماج انتقاد است. دولت او با اتهام سرکوب مخالفان روبروست و چهره های سرشناس اپوزیسیون به اتهام هایی که می گویند ساختگی است در زندان به سر می برند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از ایشان پرسیدم تحلیل شما در رابطه با نتایج انتخابات هند چیست و آیا با توجه به پیروزی شکننده حزب بهاراتیا جاناتا امکان ایجاد گشایش هایی برای مسلمانان هند وجود دارد؟ در ادامه پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. همون گونه که شما در اخبار اشاره کردید، بله، آقای مودی از حزب بی جی پی یا بهاراتا جاناتا موفق شد برای سومین بار در انتخابات پارلمانی هند پیروز این انتخابات بشه. خب این انتخابات تقریبا چند هفته طول کشید و حزب اتحاد ملی دموکراتیک که حزب ایشون هست موفق شد که برای بار سوم در واقع پیرو بالاترین آرا رو به خودش اختصاص بده، هرچند که 240 رای کمتر از 272 رای که حداقل حد نصاب هست برای تشکیل دولت. بنابراین برای اولین بار دولت ایشون ناگزیر به ایجاد ائتلاف
با یک حزب دیگه هست. همون گونه که قبلا هم در برنامه‌های خوب شما من اشاره کرده بودم، احزاب مخالف هم، مخالف سیاست‌های ایشون هم، ائتلاف بزرگی رو تشکیل داده بودن که متاسفانه نتونستن اون اکثریت رو به دست بیارن و طبیعتاً فضایی که در داخل هند ما شاهد خواهیم بود، تحولات مهمش از این قرار هستش که ایشون ناگزیر به ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت هست و در این مسیر برای ایجاد ائتلاف طبیعتاً ایشون سراغ احزابی خواهند رفت که با طرح بزرگی ایشون به نام ویکسیت بهارات که طرح توسعه هند رو تا سال 2047 برنامه ریزی کرده همسو باشه، یعنی سراغ احزابی که بتونن در این رابطه بهش کمک بکنن و در دولت ایشون بتونن فعالیت داشته باشن. نکته دیگری که در مسائل نخست وزیری ایشون ما میتونیم پیش بینی کنیم، فشار، تداوم فشار روی مسلمانان در هند هست، به خاطر اینکه سیاست ایشون متاسفانه همراه با سیاست‌های تبعیض‌گونه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان بوده و این رو من فکر می‌کنم در دوره سوم کمی شدیدتر بشه، به خاطر اینکه ایشون با یک نظم فکری خاصی که بتونه جامعه مسلمانان رو در معادلات سیاست داخلی یا تصمیم سازی های داخلی هند خیلی دخالت نده، من فکر میکنم یک مقدار نوع رفتارها حالت رادیکال و تند داشته باشه و مسلمانان بیشتر در حاشیه قرار بگیرن. ولی اون چیزی که از منظر سیاست خارجی باید در نظر بگیریم، لازم هست اشاره کنم که دولت هند یا سیاست آقای مودی این بوده که در منطقه همواره در جوار قدرت‌های بزرگی مثل پاکستان و چین یک سیاست بدون تنش و سیاست آرامی رو در پیش گرفته، حتی در معادلات سیاست خارجیش که یک نقطه اختلافیش با پاکستان بر سر مسئله کشمیر هست، همواره تلاش کرده که با سیاست تدبیر بتونه جلوتر بره. معمولاً معادلاتی که در این منطقه وجود داره، معادلات سیاسی که بستر خیز بحران بشه، دو تا بحران عمده هست. یک بحران در رابطه با مشکل چین با تایوان و دخالت سازمان بین المللی و به ویژه سیاست‌های ایالات متحده آمریکا که بر اساس همون نظم منطقه‌ای و سیاست‌های بین‌المللی اجازه نمیده که چین بتونه در تایوان خیلی حوزه نفوذ داشته باشه و معادلات تایوان به عنوان یکی از موضوعات اختلاف برانگیز بین چین و آمریکا بوده، ولی هند در این رابطه خیلی دخالتی نداشته به جز اینکه نقش میانجی داشته باشه. مطلب بعدی در رابطه با سیاست خارجی هند، ما میتونیم مسئله همکاری هند با روسیه رو در نظر بگیریم در رابطه با سواپ گاز یا انتقال گاز از روسیه به هند که طالبان هم در اجلاس سال گذشته در تاشکند یعنی در ازبکستان آقای مجاهد وزیر خارجه طالبان که حضور داشت اعلام کرد که ما بنا داریم که در طرح فروش گاز روسیه به هند خاک افغانستان به عنوان بخشی از همکاری استراتژیک دو کشور مورد استفاده قرار بگیره و لوله‌های گاز از خاک افغانستان رد بشه. مسئله که وجود داره اینه که رقابتی هم بین هند با برخی کشورها وجود داره و پاکستان همواره در رابطه با واردات گاز خودش که با ایران هم یک قرارداد بسته بود، هند رو به عنوان یک رقیب جدی خودش میدونه. ما اخیراً شاهد یک طرح همکاری مشترک بین هند و عربستان هم بودیم که در اونجا هم طرحی به نام انتقال نفت یا انتقال انرژی کلاً از حوزه خلیج فارس به سمت هند از زیر دریا مطرح شده. بنابراین میشه گفت اون چیزی که در معادلات کلان در هند و در ذهن آقای مودی به عنوان نخست وزیر میگذره اینه که طرح ویکسیت بهارات که تا سال 2047 ایشون برنامه‌ریزی کرده قطعاً یکی از
موضوعات مهمی بوده که تونسته حزب ایشون رو پیروز این انتخابات بکنه، چون رقابت هایی که در سطح سیاسی برای انتخابات پارلمانی در هند بود، میشه گفت نگاه آقای مودی برای ایجاد ساختار توسعه در آینده هند میشه گفت مدرن و پیشرفته تر از بقیه احزاب بود که موفق به کسب این آرا شد. ولی به نظر من در حالت کلی میشه گفت که این انتخابات نتایجش هرچی باشه به نفع مسلمان ها نخواهد بود. خیلی متشکرم، روزتون خوش. سازمان جهانی بهداشت در گزارش تازه خود گفته است که روزانه 24 مادر و 167 نوزاد در افغانستان به دلایل مرگ و میر قابل پیشگیری جانشان را از دست می دهند. در گزارش این سازمان که روز یک شنبه 20 خرداد منتشر شده آمده است که شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی بهداشتی در افغانستان را زنان و کودکان متحمل می شوند. سازمان جهانی بهداشت افزوده است که شهروندان افغانستان یک نظام بهداشتی ناپایدار را تحمل می کنند و با سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که وضعیت اسفبار زنان افغانستان به دلیل دسترسی محدود دختران و زنان به تحصیل و معیشت بدتر شده است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور، حدود 9,500,000 نفر که در بیش از 20,000 روستا زندگی می کنند، هنوز دسترسی محدودی به اولیه ترین خدمات بهداشتی دارند یا اصلا دسترسی ندارند. این سازمان همچنین گفته است که تعطیلی مراکز بهداشتی تأثیر مخربی بر دسترسی بیش از 3 میلیون نفر به مراقبت‌های بهداشتی از جمله بیش از 600,000 کودک زیر 5 سال و بیش از 240,000 زن باردار و شیرده داشته باشد. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل. با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای دکتر مصباح، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم. لطفاً با توجه به اشراف شما نسبت به مسائل بهداشتی و پزشکی در افغانستان، نظر خودتون را در رابطه با گزارش سازمان جهانی بهداشت و وضعیت موجود در افغانستان در این زمینه بیان بفرمایید. رحمان الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. بله، همچنان که شما فرمودین که وزارت ببخشین سازمان جهانی بهداشت این خبر را و این اطلاعیه را منتشر کرده که در افغانستان روزانه 24 مادر و تعداد 167 نوزاد و کودک بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود از دست میدن. خب این خبر یک خبر تکان دهنده و مایه تأسف است. در کشوری که حداقل 30 میلیون جمعیت فعلا درش حضور داره و بگذاریم از این که بیشتر از 10 میلیون این جمعیت در بیرون از کشور مهاجر هستند، وقتی یک چنین ارقام و آماری بیرون داده میشه، نشان از وضعیت اسفبار بهداشتی در سطح کشور است و علتش هم که میشه فقر و سوء تغذیه چنان که عنوان شده دانست، و فقر و سوء تغذیه بر اثر پایین آمدن سطح درآمد خانوار در سطح مملکت است و متاسفانه آمار مصابیت و بیماری های دیگر هم و خیلی زیاد وجود داره، هنوز برون داده نشده. اما آنچه که بسیار بولد شده و برجسته شده همین موضوع مرگ و میر مادران و کودکان در سطح افغانستان است. این مشکل یک مشکل بزرگی هست و می طلبه که سازمان
جهانی بهداشت و همچنین سازمان‌های بهداشتی دیگر که در عرصه صحت و سلامت دستن در کار هستند پا پیش بگذارن و آستین بالا بزنن و اقداماتی را انجام بدن. متاسفانه افغانستان از این نظر دچار آسیب‌های فراوان هست و وزارت بهداشت فعلی افغانستان با تمام تلاشی که انجام میده به خاطر محدودیت‌هایی که برشان وجود داره از پس برآوردن همه نیازهای صحی و بهداشتی سطح کشور شاید بر نیاید. به این خاطر ما این عنوان میکنیم که نیازمندی شدید وجود داره در این قسمت به توجه سازمان‌های صحی و نهادهای بشردوستانه. بله، از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده‌های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. به اسه مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی که این روزها در مکه مکرمه مستقر شده، میزبان اعضای به اسه آیت الله العظما شیخ محمد سند بود. در این دیدار اعضای دو به اسه در رابطه با ایام حج و چگونگی خدمت رسانی به زائران خانه خدا گفتگو کردند.